جوان مردان. شوک آفرین پسرم، تو موفق شدی. من اول شدم، من مسابقه رو بردم پسرم. امید با اینکه سن و سالی نداره اما خیلی زود تونسته سوارکار ناماشنای منطقه بشه. منم به آتیش خیلی امیدوارم. آفرین توفان به پا کردی. میدونستم هیچ اسبی به گرد پاتم نمیرسه. آفرین پسر. سالها بود قاران سوار کاری به این خوبی ندیده بود. سر بلندمون کردی پسر قاران. ای بابا شرمندم نکنین، قابلی نداشت. برید کنار شلوغش نکنین، زودتر پراکنده شین. ما حق داریم قهرمانمونو تشویق کنیم. برو کنار بچه. نگران نباش پسرم، با حیفون زبون بسته چی کار داری؟ پسرم ها رو حسش بذاری. یادتون باشه هرچی قارانیا دارن متعلق به مغوله. پس به مقبولی حرکت کن حیفون. به من میکنین؟ الان نشونتون میدم، میدونم چطوری رامت کنم. آروم باش، الان به حسابت میرسم اسب چموش. این پسر و اسبش در امانند. برید اقام. اسبای وفادار فقط به صاحبشون رکاب میدن. طوفان به کسی سواری میده که لیاقتشو داشته باشه. تو هم الحق سوارکار لایقی هستی. اسبت دو بال برای پریدن میخواد که اگه باهوش باشی پیداش میکنی. اون وقت یه اسب بالدار داری. برو. حتماً خواجه یه خوابایی دیده. سلام گرگ بیتمنه ایست. بریم. عجب بویی داره. حاصل دسترنج خودته پسرم. سر برداشت محصول کلی زحمت کشیدی و کنار پدرت عرق ریختی. آرزوم یه روزی برسه که هیچ گرسنه‌ای در قاران نباشه. انشالله اون روز نزدیکه. بیاین. آخ جون دعوت میرسه، سب کنی. منم بده، منم میخوام. خیلی خوشمزست، حرف نداره. من که میتونم همشو یه جا بخورم. خب اینم سهم همسایه ها. به قول دادا شهاب الدین روانیست ما سیر باشیم و همسایمون گرسنه. آفرین پسرم، سهمشونو ببر. چشم مادر جون. شما همینجا بمونین. بیایید پیش من بچه ها. بیایید.
لابد میخواد بلایی سر طوفان بیاره. نگران نباش پسرم، تا وقتی من هستم جرأتشو نداره. برات از طرف خواجه پیامی دارم کشاورز. از یه خائن چه پیامی میشه داشت جز خیانت؟ پسرت همراه اسبش میتونه به قصر بیاد و به عنوان سوارکار به تایمان خدمت کنه. میدونی که جواب این درخواست شرم‌آور چیه؟ اگه پسرتو به خواجه بسپاری ازش یه جنگاور پرقدرت میسازه، میتونه برادرها و خواهرای کوچکشم به قصر بیاره تا خدم و حشم تایمان بشن و آگندشون رو بسازن. خودت هم دیگه مجبور نیستی عرق بریزی و زحمت بکشی. نه، جواب پسرم نه. خوش اومدی. نه، بذار از خودش بپرسم. شانس آوردی که خواج ازت حمایت کرد، وگرنه اسبی که به من سواری نده باید خلاص بشه. طوفان بلده از خودش محافظت کنه. پسر جسوری هستی، اما میخوای تا ابد یک کشاورز پاپتی بمونی؟ من به کشاورز بودنم افتخار میکنم. به خواجه بگو اسب بالدار ارزونی خودت، من وطنمو با دنیا عوض نمیکنم. جون پسرتو به خطر انداختی کشاورز. اونا نمیذارن سوارکار رقیبشون زنده بمونه. هی! نگران نباش پسرم. من که از مغلا باکی ندارم طوفان. میدونم تو هم حاضری برای حفظ آبروی قاران خطر کنی، حتی از جونت مایه بذاری، مگه نه؟ فهمیدم. بشتابی، مسابقه بزرگ اسب دوانی در مسیر جنگلی. بشتابی. باز چه خبر شده؟ چی شده؟ هر سوارکار قارانی که مدعی داوطلب بشه، پاداش تمام و کمال در اختیار پیروز میدان قرار میگیره. تضمین می کنم به عنوان پاداش تمام گندم های انبار مفت چنگ برنده. سوارکار جوان، رقابتت با سبتای سوارکار نامی مقل، قهرمانی که از شخص چنگیز خان پاداش زیادی گرفته، باید حسابی دیدنی باشه. پسرم، تو داوطلب میشی؟ شک ندارم که میتونی پیروز بشی پسر جان. این پاداش میتونه قارانیا رو خیلی خوشحال کنه پدر. مکر و هیله رو از همینجا دارم تو چشمای خاشه میبینم. باید با شهاب دین مشورت کنی. خب نگفتی تصمیم چیه؟ من و طوفان برای مردم قاران حتی حاضریم از جونمونم بگذاریم. در شجاعت تردید ندارم امید، اما نباید بیگودار بابزد. حالا که تصمیم به رقابت گرفتی، باید حریفتو خوب بشناسی که یه وقت رو دست نخوری. خواجه نمیشینه تا پیروزی امیدو ببینه و تحقیر شدن مغلو. حتما نقشه ای داره. یه عملیات شناسایی لازم داریم. من آمادم. منم همینطور. باید به چند گروه تقسیم بشیم و مسیر جنگلی رو زیر نظر بگیریم. حتما برادر. محکمش کن. بجام. این دیگه چیه؟ یه تله درختی. هنوز زوده وارد عمل بشیم. فعلا کار ما دیدبانی دشمنه. مراقب باش برسیم. باشه. به موقع به دادم رسیده ای. <تص->
پناه بگیر. تله ها تنوع زیادی دارن، بعضیشون قابل رویتن، بعضیشون هم نه. چاهای عمیقی سر هر گذرگاه کندن. با استفاده از تناب و شاخهای درخت تلهایی درست کردن که میتونه مثل شلاق عمل کنه. میبینی کارت خیلی سخته. هنوزم میخوای تو مسابقه شرکت کنی؟ بله داداش شهاب الدین، بدون تردید. میدونستم بیدی نیستی که با این بادا بلرزه. باید مسیر رو پاکسازی کنیم و تا حد امکان تله ها رو خونسا کنیم. کی وارد عمل میشی؟ تا قبل مسابقه باید شناسایی رو تموم کنیم. شب تا صبح مسابقه رو فرصت داریم تله ها رو بی‌اثر کنیم تا مغولا فرصتی برای جایگزین کردن تله ها نداشته باشن. اول از همه نیاز به یه نقشه دقیق از منطقه داریم تا بتونیم اطلاعات جمع‌آوری شده رو به دقت پیاده سازی کنیم. من طرحشو می‌ریزم. اون وقته که میتونیم بهترین مسیر رو به امید پیشنهاد بدیم. امن‌ترین و کوتاه‌ترین راهو. به پشتگرمی شما بزرگتران قول میدم برنده این رقابت بشم. تو خیلی شجاعی پسر. داداش شهاب الدین، همه چرا خوب گشتم، اینجا اثری از مغولا نیست. یعنی گذرگاه نهایی رو فراموش کردن و فکری واسه تله گذری نکردن؟ این امکان نداره. احتمالا درگیری بزرگمون با مغولا تو همین منطقه است. عبور از این پیچ تند با سرعت بالا مهارت خیلی زیادی میخواد. شاید مغولا روی سقوط امید از اسب حساب کردن. بعید فقط همین باشه. هی! از تمرین راضیم. به نظرم به مسیر مسلط شدی. هماهنگت با حرکات طوفانم عالیه. نقشه رو تو حافظت ثبت کن. با کوچکترین خطایی ممکنه وارد بیراهه بشی و در منطقه ناامن دیگه تحت حفاظت جوانمردان نیستی. این علامت ها چیه؟ تله‌هان. البته فقط اونایی که قابل رویتن. ما تا حد امکان سعی میکنیم شبانه مسیر رو امن کنیم، اما ممکنه چند تا تله از دستمون در بره. باید در کوتاه‌ترین فرصت بهترین تصمیم رو بگیری و عکس العمل درست نشون بدیم. بله برادر، تمام تلاشم رو میکنم. ارزو خوش کن چیم. نمیذارم به شاسیب بسنی. اومدن سراغ طوفان. ناترس پسرا. بگیر. برسو، اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سر طوفان میاد. داداش شهاب الدین ازم خواسته بود نگهبانی بدم و شب آخری چشم از طوفان بر ندارم. فکر کنم طوفانم داره ازت تشکر میکنه. گمونم گرسنه است. غذای طوفان رو عوض کن، ممکنه سرباز مغال علوفه و آبشو آلوده کرده باشه. چشم پدر. هر قهرمانی واسه ایستادگی نیاز به یه دوست داره که پشتش مثل کوه بیسته. قدر دوستتو بدون پسرا. معلومه که میدونم. عجله کن برزین، چاه پر نشده، هنوز چندتایی تو مسیره. باشه. Thank you.
ثابت میکنم که بهترین سوارکار مغول هستم. هیچ کس نمیتونه به گرد پای اسب من برسه. قربان. سپتای سوارکار بیرحمیه. تا حالا هیچ کدوم از رقباش خط پایانو ندیدن سرورم. از وجود تله ها با خبره؟ از قبل تمام تله های مسیر رو به سپتای نشون دادیم. این سوارکار جوان قرانیه که با چشم های بسته پای به رقابت گذاشته. امید و اسبش حاضر نشدن به شما خدمت کنن، پس سزای هر دوشون مرگه. خدایا، تو خودت میدونی اگه تن به این رقابت سخت دادم فقط به خاطر رضای تو بوده و بس. پس نگهدار من و طوفان باش. آمین. میخوام فریبمون بدم. طبق نقشه باید بزنیم به دل آتیش. حالا وقتشه. پشت سنگا منتظر دستور من باشی. بله قربان. داریم وارد گذرگاه نهایی میشی. آماده باشید، برزو داره علامت میده. حمله کنید. کردید کارستون، طوفانم که طبق معمول طوفان به پا کرد. پدر جان، اگه حمایت جوان مردان نبود امکان نداشت موفق بشی. آفرین پسرم، واقعا رو سفیدمون کردی. این یه پیروزی بزرگه و همه قارانیات توش سهیمن. باید به قولتون عمل کنید. باید جایزشو بدین. حالا که قهرمان ما پیروز شده باید در انبار گندمو باز کنید. امید شایسته پاداش بزرگه. تمومش کنین، شما که نمیخوان حق یه بچه رو بخورید. در انبارو باز کن تا بعدن به حساب خواجه برسیم. چشم سرورم. پاداش را ازتون پس میگیریم. خیال کردین. بفرمایید. خیلی ممنونم. دست شما برای شما هم هست. بیاین چلا، بیاین گندم بگیریم. بیاین.